سلام به همه عزیزان، حسن غفاری هستم با یک آموزش دیگه. امروز میخوام درباره اتصال بانک داده و تیبل های داخلش به سطح پروژه و نرم افزار و اون اصطلاحا کد های برنامه نویسیمون باهاتون صحبت بکنم. خب ما جلسه قبل رفتیم یک بانک اطلاعاتی داخل اصطلاحا SSMS و SQL سرورمون ایجاد کردیم به اسم پیکر و اومدیم توش یک بانک یک تیبل تحت عنوان پرسن ایجاد کردیم و چند پرسن یا شخص رو درش اضافه کردیم. حالا میخوایم این رو متصل کنیم به بانک اطلاعاتی و تو جلسه آینده یاد بگیریم چجوری باید از طریق کدهای برنامه نویسی توی بانک اطلاعاتیمون تغییرات ایجاد بکنیم و دو تا مبحث بسیار مهم رو اینجا یاد بگیریم. من آموزشش رو بهتون ندادم این دوتا مبحث رو، چون اول میخواستم باهاش آشنا بشیم و بعد بریم سراغ این که اونها چی بودن، چه استفاده‌های بزرگی برای ما دارن. خب بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم، بریم سراغ این که برنامه‌مون رو و اون اصطلاح هم پروژه برنامه‌نویسیمون رو ایجاد بکنیم و این تیبل رو بهش اضافه کنیم. خب من یک پروژه نیاز دارم، از نوع کنسول خواهد بود چون اتفاقاتی که قرار من پیش بیارم اصلا به صفحه ویندوزی و حتی صفحه کنسولی هم نخواهد بسید. صرفا میخوام کدها اجرا بشه و توی بانک اطلاعاتی چکشون بکنم. نکس رو میزنم و اسم پروژم رو قرار میدم آفیس. میخوام اطلاعات افرادی که توی مجموعه و شرکت من حضور دارن رو توی یک بانک اطلاعاتی ذخیره بکنم. خب پروژه من ایجاد شد و بریم سراغ این که تیبل و بانک اطلاعاتیمون رو بهش اضافه کنیم. به نوع اضافه کردن بانک اطلاعاتی به پروژه، یعنی ابتدا بانک ایجاد بشه و سپس به پروژه اضافه بشه میگن DB first، یعنی اول دیتابیس بعد خود پروژه. اگر بیایم ابتدا پروژه رو ایجاد بکنیم و توی یک فرآیندهایی بریم توی اسکیل سرور بانک اطلاعاتیمون رو بسازیم میگیم کد first، ابتدا کد نویسی میشه بعد میره توی بانک اطلاعاتی، بانک اطلاعاتیمون رو میسازه. خب من روی پروژه‌ام کلید راست انجام میدم، اد میزنم نیو آیتم. توی این قسمت من میام سراغ دیتا و روی گزینه ADO.NET Entity Data Model کلیک میکنم و نوع مدلم رو معرفی میکنم و من میخوام اسمش رو تغییر بدم، میخوام بگم Office مدل. خب ببینید اینجا همونطور که میبینید کد فرست هستش و حالا EF که مخصوص انتیتی هستش، انتیتی فریمورک دیزاین فرام دیتابیس و دو تا گزینه دیگه هم هستش که ما کاری باهاشون نداریم. گزینه اول میشه DB first، گزینه آخر میشه کد فرست. خب من DB first رو انتخاب میکنم و نکس رو میزنم. میگه کانکشنت با بانک اطلاعاتی رو به من بده. من هیچ رکوردی داخل این لیست نیست، پس باید من یک نیو کانکشن بزنم و میگم که مایکروسافت SQL سرور رو برای من به عنوان دیتا سورس انتخاب کن. توی بخش بعدی من میام اینجا روی این اصطلاحاً فلش رو به پایین لیست هم کلیک بکنم، میره جستجو میکنه ببینه که چه سرورهایی از اون اسکو سرور اینجا فعال هستن. منتظر میشیم تا برای ما لیست رو بیاره. خب اگر برای شما چیزی رکوردی نیاوردید زمان زیاده کار خیلی سختی نداره، یا نیم کامپیوتر یا نقطه که نشانی لوکال هاست هستش رو اینجا تایپ بکنید کارتون رو را میندازه.
خب توی بخش بعدی مشخص میکنید اسکیل سرورتون با ویندوز اتنتیکیشن قابلیت لاگین داره یا نه. حتما باید اسکیل سرور اتنتیکیشن رو داشته باشین. اگر اسکیل سرور اتنتیکیشن بود، شما اینجا یوزر پسورد، یوزر که معمولا SA هستش و پسورد هم که به دلخواه هرکی دارید رو وارد بکنید. من اینجا ویندوز اتنتیکیشن رو به عنوان اون استران کارکترهای لاگین هم انتخاب میکنم که همین ویندوز و نیم کامپیوتر رو مجاز میدونه برای ورود به بانک اطلاعاتی. توی بخش بعدی من باید بانکم رو انتخاب بکنم. بانکی که ما اینجا ایجاد کردیم پیپل بود و روی گزینه تست کانکشن میزنم. سکسیس که داد به ما یعنی اوکی هستش و من روی اوکی کلیک میکنم. توی بخش بعدی شما انتیتی فریم ورک رو که نسخه 6.6 انتخاب میکنید و توی این بخش هم باید از قسمت تیبل ها تیبل مربوطه که پرسن هست رو انتخاب بکنید. این گزینه هم تیکش رو میتونید بردارید. اگر مثلا شما پرسن وارد بکنید مجموعش میشه پیپل. خودش جمع‌بندی انجام میده که من دوست ندارم. میخوام همین اتفاقی که من پیش آوردم بمونه و هیچ چیزش تغییر نکنه. خب من فینیش رو میزنم تا ببینیم چه اتفاقی میافته. خب اینجا هم روی این حالا چک باکس کلیک میکنید و اوکی رو میزنید. یک مقدار زمان خواهد بود تا اون ارتباط رو برقرار کنه و تیبل رو توی پروژه ما اضافه بکنه. خب همونطور که میبینید تیبل ما اضافه شد. سه تا ستون داشتش که ستون ها رو اینجا میتونید ببینید. کلید اصلی که پرسن آی دی بود رو هم اینجا علامت کلید به کنارش میبینید و الان ما بانک اطلاعاتیمون به سطح پروژمون اضافه شده و در دسترس ما هستش. فقط اینجا میخوام دو تا نکته رو بهتون بگم. ببینید ما در جلسات آینده دو تا مفهوم خیلی مهم و بزرگ رو آشنا میشیم. یک، کلاس. ببینید هر چیزی توی اصطلاحاً پروژمون تحت عنوان تیبل بانک اطلاعاتی اضافه بشه توی سطح پروژمون به عنوان یک کلاس، ببینید public partial class person، یک کلاس تعریف میشه. پس این رو در نظر داشته باشید. نکته خیلی مهم، این رو قبل از اینکه بریم کلاس رو یاد بگیریم آوردم چون نکته بسیار مهمیه. شما باید این دید رو داشته باشید اصلا کلاس برای چیه، وگرنه اصلا روی یکی از بزرگترین و مهمترین مفاهیمی که باید یاد بگیرید تمرکز نمی کنید. کلاس در واقع همون جداولی هستش که ما توی بانک اطلاعاتی ایجاد میکنیم. پراپرتی ها اون اصطلاحاً ستون هایی هستن که توی سطح اصطلاحاً اون بانک اطلاعاتی و سطح تیبلمون ایجاد میشن. یعنی ما یه دونه تیبل داریم به اسم پرسن و داخلش یه سری پراپرتی داریم که میشن ستونهای ما. مثل یک فرم اکسل در نظر بگیرید. فرم اکسل خودش میشه اسمش پرسن و هرچی ما سرستون ایجاد بکنیم میشه پراپرتی. پس این دوتا مفهومی هستش که شما میخواید توی آینده یادش بگیرید. البته بعد از اینکه این پروژه کوچیک به اتمام رسید و ما تونستیم کدنویسی تحت عنوان لامدا رو یاد بگیریم، در واقع لامدا اکسپرشن، و به کمک اون بتونیم توی بانک اطلاعاتیمون تغییرات نیاز داریم رو انجام بدیم. مثلا یک رکورد اضافه کنیم، یک رکورد رو حذف بکنیم، یک رکورد رو ادیت کنیم، یک رکورد یا اصطلاحاً یک لیستی از رکورد ها رو واکشی بکنیم تا بتونیم توی سطح برنامه‌مون ازش استفاده بکنیم. خب اینجا ویدیو رو متوقف میکنیم. یاد گرفتیم چجوری تیبلمون رو به اصطلاحاً به سطح پروژمون اضافه کنیم و الان پروژه ما آماده هست تا بریم یک نماینده
بسازیم و نماینده رو بفرستیم برای تغییرات. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید. خسته نباشید.